درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در چهارشنبه 5 بهمن 25 ژانویه. حل مسالمت‌آمیز مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان امکان پذیر است. رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری در انزواست و رهبران آن با تحریم‌های فلج کننده ای روبرو هستند. تا زمانی که رهبران ایران از عمل به مسئولیت‌هایشان خودداری می‌کنند، این فشارها برداشته نخواهد شد. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گزارش سالانه در برابر نشست مشترک کنگره. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران می‌گوید آماده مذاکره بر اساس احترام متقابل هستیم. جمهوری اسلامی ایران در رتبه 175 گزارش سالانه سازمان مستقل و بین‌المللی گزارشگران بدون مرز. ایران در کنار چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در قعر جدول وضعیت آزادی بیان در جهان. و یک سال از انقلاب مصری‌ها گذشت. مصری‌ها امروز برای گرامی داشت نخستین سالگرد انقلابشان که موجب سقوط حسنی مبارک شد، رهسپار میدان التحریر شدند. مصریانی که خواهان تغییر حکومت نظامی بودند، میگویند شرایط تغییری نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا حدود 14 ساعت پیش در گزارش سالانه وضعیت عمومی کشور به کنگره از نتایج فشار شکننده بر رهبران رژیم سخن گفت و ابراز امیدواری کرد ایران به آغوش جامعه جهانی بازگردد. ما امنیت خودمان را در برابر کسانی که شهروندانمان، دوستانمان و منافعمان را تهدید می‌کنند، تضمین می‌کنیم. به ایران نگاه کنید. با قدرت دیپلماسی ما، جهانی که زمانی در زمینه چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران دستخوش تفرقه بود، اکنون یک پارچه است. رژیم ایران بیش از هر زمان منزوی شده. رهبرانش با مجازات‌های فلج کننده روبرو هستند و تا زمانی که به مسئولیت‌هایشان توجه نداشته باشند، از این فشار کاسته نخواهد شد. تردید نکنیم، آمریکا مصمم است نگذارد ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد و من هیچ گزینه‌ای را در راه رسیدن به این هدف از روی میز کنار نمی‌گذارم. اما یک راه حل صلح‌آمیز امکان دارد و بسیار هم بهتر است. اگر ایران مسیرش را عوض کند و به تعهداتش عمل کند، می‌تواند بار دیگر به آغوش جامعه جهانی بازگردد. And if Iran changes course and meets its obligations, it can rejoin the community of nations. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان امروز در مطلبی در پی تشدید کم سابقه تحریم‌های اقتصادی بدون نام بردن از شخص خاصی به طور روشنی دولت احمدی نژاد را متهم کرد و نوشت آشفته کردن تعمدی بازار ارز و سکه و تحریم‌های نفتی پروژه هماهنگ است که دولت احمدی نژاد از آن طریق در پی گشودن باب مذاکره با آمریکاست. احمدی نژاد امروز با 2 هفته تأخیر با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی موافقت کرد تا شاید افزایش غیر قابل تصور نرخ ارز و سکه را تحت کنترل درآورد. آیا واقعا نیروهای در درون حاکمیت ایران برای کاستن از فشارها در پی ایجاد ارتباط با آمریکا هستند؟ از شما پرسیدیم آیا آنطور که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در برابر کنگره عنوان کرد نسبت به حل مسالمت‌آمیز مناقشه با ایران امیدوارید؟ همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران تا این لحظه گزینه خیر رو انتخاب کردن، اعتقاد دارن که امید چندانی نیست که وضعیت با ایران از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیاندازیم در 7 پرده به سخنرانی سالانه رؤسای جمهوری آمریکا و مسئله ایران از آغاز انقلاب ایران تا کنون، از جیمی کارتر تا براک اوباما. جیمی کارتر: ما نزاعی با انقلاب یا مردم ایران نداریم. تهدیدها نه از جانب آمریکا بلکه از جانب شوروی است.
آماده ایم با ایران برای ایجاد رابطه جدید همکاری کنیم. I took a risk with regard to our action in Iran. It did not work, and for that I assume full responsibility. رونالد ریگان برای اجرای عملیات در ایران دست به خطر زدم. مؤثر نیفتاد و من مسئولیت آن را به طور کامل به عهده می‌گیرم. We must meet this threat by making effective agreements to restrain nuclear and missile programs in North Korea, curbing the flow of lethal technology to Iran. بیل کلینتون باید جریان انتقال فناوری‌های مرگبار به ایران را متوقف کرد. Our message to the people of Iran is clear. We have no quarrel with you. We respect your traditions. جورج بوش خطاب به ملت ایران: نزاعی با شما نداریم و به تاریخ شما احترام می‌گذاریم. رهبران ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. For we know that America cannot meet the threats of this century alone. World cannot meet them without America. باراک اوباما: آمریکا نمیتواند به تنهایی با تهدیدهای فعلی برخورد کند، ولی دنیا هم بدون آمریکا نمیتواند با تهدیدها روبرو شود. That's why the international community is more united and the Islamic Republic of Iran is more isolated. اوباما: جامعه جهانی متحدتر و جمهوری اسلامی ایران منزوی‌تر شده است. بی‌توجهی رهبران ایران به تکالیفشان عواقب فزاینده‌ای در پی خواهد داشت. Iranian government now faces tougher sanctions, tighter sanctions than ever before. رئیس جمهور آمریکا: حکومت ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری با تشدید تحریم‌ها روبرو است. Its commitment to abandon nuclear weapons. مهمانان امشب افق آقایان دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استریگر ویرجینیا در استودیو، آقای دکتر امیر حسین گنجبخش، عضو مؤسس سازمان جمهوری خواهان ایران از سان فرانسیسکو در کالیفرنیا، و آقای دکتر سهراب رزاقی، پژوهشگر و مدیر مدرسه عرصه سوم از آمستردام در هلند با ما هستند. درود به هر سه شما. به افق خوش آمدید. آقای نفیسی، با شما آغاز بکنیم. سخنرانی شب گذشته یا صبح زود به وقت تهران آقای اوباما رو در ابتدای جمع‌بندی به ما بدید و بعد بپردازیم به اهمیت بخش ایرانش. این سخنرانی از این لحاظ مهمه که در واقع پیش درآمدی برای سخنرانی بعدی برای انتخابات ریاست جمهوری، و آقای اوباما در واقع برنامه خودش رو برای آینده در اینجا توضیح داد و فرق اساسی فلسفی که داره با جمهوری خواهان توضیح داد. یعنی اگر شما نگاه کنید به این مباحثه هایی که داشتن جمهوری خواهان، در لاغل در یک مورد همه اینها متحد بودن. بله، این اشاره بکنم فقط در طول این سخنرانی صحبت از این میشد که چیزی حدود 43 میلیون بیننده تلویزیونی داشتین سخنرانی، و به نظر میاد که این مهمترین سخنرانی از جهت میزان بیننده است تا زمانی که در سپتامبر ایشون در کنوانسیون حزب دموکرات سخنرانی خواهد کرد. بله، و عرض میکردم که فرق فلسفی که ایشون داره با جمهوری خواهان توضیح میداد، که جمهوری خواهان چنان که دیدیم در این مباحثه ها اعتقاد دارن که دوباره باید برگشت به سیاست‌های قبلی که خود وال استریت، خود قسمت مالی اقتصادی آمریکا خودش برای خودش تعیین تکلیف بکنه. پرزیدنت اوباما بر نقش مقرراتی که جلوگیری بکنه از تخلفاتی که منجر به بحران سال 2008 شد تأکید کرد، و اینکه ایشون اعتقاد داره که کلاً در اثر کارهایی که ایشون کرده در این سالها اقتصاد رشد توسعه پیدا کرده، صنعت ماشین سازی آمریکا احیا شده، شرکت جنرال موتورز از آن الان بزرگترین شرکت اتومبیل‌سازی دنیاست، و این فرق فلسفی رو سعی کرد در این مدت کاملا توضیح بده و داد، و باز ثابت کرد که چه سخنران قابل و لایق است. مسئله دیگه اون چیزی بود که در استیج کرافت، در
صحنه آرایی این جلسه به نظر من جالب بود و این بود که از مهمترین دادگاه آمریکا یعنی دیوان عالی کشور فقط قضاتی اومده بودن که تعلق خاطر به مسائل لیبرال داشتن و تنها رئیس دیوان عالی کشور از قسمت محافظه کار اومده بود ولی جاستیس آلیتو کلارنس تاماس هیچ کنم از اینها نبودن و دیگر این که دعوت مهمان بود که بسیار هوشمندانه بود و یکی از این مهمان ها منشی بزرگترین یکی از بزرگترین میلیونرهای آمریکاست و این خانم که در واقع وارن بافت به اسم از یاد کرده بود که این بیشتر از من مالیات میده این رو آورده بود به عنوان شاهد و تمام حرفش این بود که بایستی کسانی که از 1 میلیون دلار بیشتر درآمد در سال دارن از این به بعد 30% مالیات بدن و این خانم داره از رئیسش که میلیاردها دلار درآمد داره بیشتر تکس میده. به نظر من این صحنه آرایی بسیار جالب و مهم بود. آقای گنجبخش بشنویم نظر شما رو. اشاره کردن به حضور خانم سنک منشی آقای وارن بافت. به نظر میاد که صحبت های آقای اوباما در اونجایی که شما الان هستید در بویژه سان فرانسیسکو که حوزه انتخاباتی خانم نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا هست با استقبال زیادی روبرو شده باشه. بله با سلام به شما و مهمانان عزیزتون و بینندگان عزیز. به نظر من این سخنرانی سالانه رئیس جمهورای آمریکا یه هدف اصلی رو داره و اون اینه که یک اطمینان خاطری به مردم آمریکا بده که اضطراب هایی که بر اثر مسائل اقتصادی یا سیاسی به وجود اومده اینها رو به یک معنایی آروم بکنه و دید روشنی نسبت به پیشرفت و وضعیت خوب برای مردم نشون بده. سخنرانی آقای اوباما در این زمینه بسیار قوی بود، به این معنی که در اصل کوشش کرد راهکارها و چاره‌هایی رو که می‌اندیشه برای اینکه مشکلات اقتصادی مملکت رو حل بکنه پیش روی مردم آمریکا بذاره و مسلماً همونطور که گفته شد با توجه به اینکه سال انتخاباتی هم هست این یک سخنرانی برای 5 سال آینده هم میشه ازش یاد کرد. آقای گنجبخش چقدر به نظر شما این پیام وحدت به نظر شما قوی تر بود یا به هر شکلی هم تو که اشاره کردید تم انتخابات و رقابت انتخاباتی کدوم به یکی میچربید؟ آیا یه تعادلی رو آقای اوباما بین این دو به نظر شما برقرار کرده بود؟ بله به نظر من کرد و خیلی هم خوب کرد، یعنی از یه طرف اعلام کرد که من هوادار اون کسانی هستم که امروز وضعیت بد اقتصادی دارم و برای اونها میکوشم که راه حل‌هایی رو پیدا کنم، از جمله اون نکته که شما اشاره کردید، یعنی رفتن به دنبال به اصطلاح کارهایی که میتونه در آینده از طریق ابتکارات اقتصادی ایجاد شغل بکنه و همطور هم که گفتید این مسئله در مراکزی مثل شمال کالیفرنیا که میشه از اون یکی از بزرگترین مراکز ایجاد ابتکارات اقتصادی ازش نام برد سر و صدای بسیار خوبی کرده. نکته دوم اینم که طرح کرد دید خودش رو نسبت به مسئله انصاف طرح کرد، یعنی اعلام کرد در حرکت پیشرفت یک جامعه چطور این حرکت باید همونطور که ایجاد شغل میکنه بلکه منصفانه باشه و وجود مثلا اون خانم منشی نشون میداد که همراه با پیشرفت اقتصادی همراه با اقتصاد بازار چگونه باید انصاف رو هم رعایت کرد و این انصاف باعث بشه که محرومین جامعه و کسانی که تحت فشار هستن هم سهمی از این حرکت ببرند. من فکر میکنم در این زمینه بسیار موفق بود و بله. شاید به صورت تلویحی این تضاد رو که همیشه بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها وجود داشته که اونها بیشتر دنبال اقتصاد بازار و نبود به اصطلاح
قوانینی باشند که جلوی اقتصاد بازار رو بگیره بودند و دموکرات ها که به یک معنایی به یک حرکت سازمان یافته رشد اقتصادی اعتقاد داشتن. خب به اروپا بریم. آقای رزاقی، بخشی از صحبت های رئیس جمهور آمریکا متوجه اروپا بود. ایشون صراحتا تاکید کرد اونهایی که اعتقاد دارن از نفوذ آمریکا کاسته شده نمیدونن دارن در مورد چه صحبت میکنن و تاکید گذاشت بر اینکه آمریکا کماکان بسیار محبوب هست. به تعبیر شخصیت خود ایشون هم ظاهرا در اروپا